ده سال جنگ و ده سال ویرانی یک کشور. 500 هزار کشته، 6 میلیون مهاجر و میلیاردها دلار خساره حاصل این جنگ تمام عیار است. اما چرا مسئله به اینجا کشیده شد؟ 10 سال پیش مردم سوریه از دست فساد و بیکاری و نبود آزادی های شهروندی به خیابان آمدند. در مارس 2011 جنبش دموکراسی خواه در شهر درعا شکل گرفت که از جنبش های کشورهای همسایه سوریه الهام گرفته بود. دولت سوریه عزمش را جزم کرد و هرچی در توان داشت به خرج داد تا این اعتراضات را مهار و سرکوب کند. در اولین اقدام شماری از معترضان بازداشت و شمار دیگر با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. اینجا بود که جرقه آتش شکل گرفت و معترضان خشمگین خواستار استعفای بشار اسد شدند. با به خشونت کشیدن اعتراضات شماری از معترضان برای دفاع از خودشان سلاح به دست گرفتند. اینجا بود که خشونت ها شدت یافت و کشور وارد جنگ داخلی شد. در این میان گروه های تندرو اسلامی مانند داعش و القاعده مجال یافتند تا از میان مردم سربازگیری کنند و کنترل بخش های زیاد از کشور را در اختیار بگیرند. در ادامه تنش ها دولت های غربی در حمایت از نیروهای دموکراسی خواه و روسیه و ایران در حمایت از دولت بشار اسد به میدان آمدند و این جنگ را خونین و خونین تر کردند. عمر دهبول یکی از شهروندان سوریه است که جنگ شیرینی زندگی را ازش گرفته. خودش میگوید 2 سال در شهرک آلزابادانی زیر شکنجه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته. اونا به سمت هر انسانی که در حال حرکت هستن شلیک میکنن. اونا نگران کودک بودن، زن بودن یا مسن بودن افراد نیستن. من به وسیله یه تیرانداز ایرانی مورد اصابت گوله قرار گرفتم و اون زمان تو مزرعه کار میکردم. من 2 سال با مجروحیت زندگی کردم که منجر به از کار افتادن یه طرف بدنم شد و حالا 70% بدنم معلوله. بعد از سالها نبرد، دولت سوریه با کمک جمهوری اسلامی ایران و روسیه شهرهای بزرگ سوریه را در کنترل گرفت. اما بخشای زیادی از کشور مانند شهر ادلب هنوز در کنترل مخالفان و نیروهای وفادار به کردهای سوریه قرار دارد. در 10 سال اخیر تلاش‌ها برای پایان این جنگ بی پایان همواره بی نتیجه مانده. حالا در 10 سالگی این جنگ قطر پیش قدم شده تا نشست 3 جانبه روسیه، ترکیه و قطر را میزبانی کند. در غیاب ایران که در حال حاضر هزاران جنگجو در سوریه دارد. موضع ما را نمیتوان حسادت تعبیر کرد. قبل از آغاز مذاکرات دوحه گفتگوهای استانبول وجود داشت. همینطور نشست مسکو. بنابراین کسی حتی به فکر متهم کردن دوستان قطری ما به سرقت نشست نباید باشد. در جریان این که 1 دهه رقابت برای جنگ در سوریه جریان داشته، 1 دهه رقابت بر سر ایجاد نشست ها برای پایان جنگ هم در جریان بودند. تا حال بیش از 35 نشست بین المللی با میزبانی کشورهای مختلف برای سوریه برگزار شده که هیچ یک از این نشست ها نتوانسته صلح را در این کشور برقرار کند. چیزی که در این مدت در میان بازیگران سوریه اهمیت بیشتر داشته وزن جنگ است که همیشه نسبت به وزن صلح سنگینی کرده. تاج‌الدین سروش، ایران اینترنشنال.